عمیق ترین ذکر که ذکر قشنگیه چه ذکریه؟ اون وقتیه که آدم خودش رو فراموش کنه. و رفقا شوخی نداره، این یک واقعیت. ما فقط تو روزه ابا عبدالله الحسین اینجوری هستیم. اون وقتی که غرق روزه ایم، یه دفعه از خود بی خود میشیم، خدا شاهده وسط روزه بیان بگن که چقدر حالا ثواب میخوای، چند قطره عشق شد، با بابت هر قطره عشق از کسی بیاد بگه میخوای بزنیش، میگه برو کنار این حرفات چی داری میزنی. تو روزه که آدم این حسابا رو نمی کنه. که میشه کسی فنائف الله در ذکر پیدا کنه، غرق خدا بشه، خودشو فراموش کنه؟ در کل عالم خلقت چند نفر اینجوری میشن؟ در هر قرنی، در هر عصری چند نفر اینجوری میشن؟ صدر روزه همون اول کار میبینی خدا یه تجربه عرفانی بهت میده. تو یه رتبه دیگه ای از حیات رو پیدا کردی، اصلا دیگه موقع گریه کردن برای امام حسین حساب نمی کنی، امام حسین چقدر به نفعته. تو داری عاشقی رو تجربه می کنی، این یه رتبه دیگه از حیاته. بعضیا میگن که خب خدا مزه ذکرش و مزه محبتش رو به ما بچشونه بعد ما بریم دنیا، مزه خودش رو به ما زود میچشونه میریم سراغش. خدا میفرما منم میچشونم. اومدی در خانه حسینم، مگه بهت بد گذشت؟ مگه کیف عالمو نکردی؟ خب بیشتر بیا در خونه حسین من. یه بار شد بیای روزه، یکی رو بذارم دم در، بگم امروز گفتن گناهکار راه ندیم. یه بار شد اشک و گریم رو بهت ندم، گریه حسینم رو که لذت نبری، بگم نه تو آلوده. یه بار شد. بعضیا میگن که خب خدا مزه ذکرش و مزه محبتش رو به ما بچشونه بعد ما بریم دنیا، مزه خودش رو به ما زود میچشونه میریم سراغش. خدا میفرما منم میچشونم. اومدی در خانه حسینم، مگه بهت بد گذشت؟ مگه کیف عالمو نکردی؟ خب بیشتر بیا در خونه حسین من.